سال 2017 میلادی به یقین علم پزشکی را به دو دوره قبل و بعد خود تقسیم کرده است. همطور که در قسمت قبل هم مشاهده کردین، این سال را در حالی به پایان میبریم که پژوهشگران با شکافتن هسته سلول و رمزگشایی از کدهای ژنتیکی امکان علتیابی و آسیب شناسی بیماری ها را در سطح مولکولی و نهایتاً درمان قطعی آنها را فراهم کردند. جزئیات بیشتر باز هم در گزارشی از همکارمون شیده رضایی. پس از 26 عمل جراحی، برایان مدوی 44 ساله تحت درمان جدیدی برای بیماری نادرش قرار گرفت. من به نسبت سایرین عمر زیادی کرده بودم. بقیه به این سن نمی‌رسند. او مبتلا به سندروم هانتر یا یک ناهنجاری ژنتیکی است که در سراسر دنیا فقط چند هزار نفر به آن مبتلا هستند و اغلب هم به دلیل عوارض قلبی ریوی این اختلال در جوانی مرده‌اند. به همین دلیل برایان اجازه داد پزشکان به صورت آزمایشی ژن‌هایش را تصحیح کنند. این اتفاق با احتمال بسیار زیاد سرآغاز یک موفقیت شگفت و تلاشی عظیم برای درمان بیماری‌های لاعلاج و ارثی است. تیم دانشگاه سان فرانسیسکو ژن سالم و دستورالعمل جایگزینی آن را توسط یک ویروس و دو پروتئین متصل به عنصر روی در هپاتوسیت مولکول روی قطعه ناسالم را با ژن جدید تعویض کرد. پس از این کارآزمایی بالینی بود که متخصصان جنین شناسی دانشگاه اورگان تصمیم گرفتند با استفاده از این تکنیک ژن‌های جهش یافته ناهنجاری قلبی را که از پدر به ارث می‌رسید در یک تخم 8 سلولی تعویض کنند. این قیچی مولکولی جایی را که جهش در ژن ایجاد شده می‌برد و معمولاً خود جنین مولکول‌های بریده شده را ترمیم می‌کند. در همین حال در هلند گام جسورانه دیگری برداشته شد که طی آن احشا و ارگان‌های انسانی به صورت آزمایشی برای تعویض تولید شدند. اینها بسیار کوچک هستند، به اندازه 1 میلیمتر، اما کامل و بدون نقصند. و در دانشگاه ایالتی سان دیگو تمرکز تازه بر درمان سرطان‌ها با استفاده از ایمونوتراپی است. آنها چندین بیمار مبتلا به تومور چشم را به صورت آزمایشی از این طریق درمان کردند. پایو اساس مشترک و مشابه در این رویکردهای به ظاهر مختلف ایمنی درمانی یا ایمونوتراپی است که با استفاده از فعال کردن سیستم ایمنی فرد به سلول‌های سرطانی حمله می‌کند و آنها را از بین می‌برد. و سرآخر و شاید از همه خارق‌العاده‌تر پژوهشگران دانشگاه نیویورک‌اند که در حال مهندسی مجدد DNA یا بازسازی و حتی نوسازی ساختار ژنتیکی انسان هستند. آنها می‌خواهند اصلاحاتی را که در حال حاضر باید یک به یک و مولکول به مولکول در سلول انسان ایجاد کرد به صورت سری و سفارشی در نسخه ژن وارد کنند. و البته همه متخصصان و دانشمندان تأکید می کنند این تلاش ها فقط برای درمان بیماری ها و بهبود کیفیت زندگی بیماران است. شیده رضایی، صدای آمریکا.